سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزان خداوند. خدا رو شکر برای وجودتون. صدف هستم، خادم بچه های کلیسای هفت. خواستم اینجا شهادت زندگیمو بدم، اما شهادت های زندگیم خیلی زیاد هست اگر بخوام بگم، ولی سعی میکنم خیلی کوتاه چند تایش رو بگم که شما هم برکت بگیرید. 12 سال پیش قلبمو به مسیح دادم و مسیح از همون موقع شروع کرد به تبدیل قلب من. و زمانی که من ایمان آوردم، خب توی این کشور باید 1.5 سال مخفی زندگی میکردیم و ما توی کلیسایی ما رو از ما مراقبت مواظبت کردن و توی اون کلیسا خیلی من رشد کردم و خداوند من رو رشد داد. کلیسای سوئدی و ایرانی بود که من در این کلیسا رشد کردم. خدا رو شکر برای اون زمان. و خداوند در اون کلیسا من به عزیزان گفتم من فقط یه دونه دیش و ماهواره میخوام، اگر برام تهیه بکنید ممنون میشم. و این عزیزانم با تمام محبتشون اینا رو برای من فراهم کردن و من شروع کردم تلویزیون های شبکه های مسیحی رو نگاه کردن و خداوند در زندگی من هر روز داشت کار میکرد. برنامه هایی که از شبکه پخش میشد، برنامه های شهادت هایی که واقعا عزیزان رو دعوت میکردن از کلیساهای مختلف آمریکایی، از کلیساهای مختلف دعوت میکردن، با فرهنگ ها و کشورهای مختلف رو دعوت میکردن. و توی برنامه های فکر میکنم درس زندگی بود که کیش شرماز عزیز داشتن و توی اون برنامه ها من نگاه میکردم توی کشورهای آزاد چقدر مردم راحت انتخاب میکنن که خداوندشون رو خدمت بکنن و برای منم خیلی مهم بود. اون موقع به خداوند گفتم من هم دوست دارم تو رو خدمت بکنم و خداوند انگار او شنید و من رو برکت داد و هر روز در زندگی من بیشتر کار کرد تا زمانی که شبکه هفت اعلام کرد که ما میخوایم که خادم سازی بکنیم و من هم با ایمیل با عزیزان در تماس بودم و ما رو خدمت کردن. چندین سال برنامه های خیلی عالی رو برای ما تهیه کردن، درس های تبدیل رو، درس های شخصیت و عطایا رو، درس هایی که عزیزان انگلیسی زبان میگفتن و عزیزان با ترجمه برای ما گذاشتن روی برنامه های دانشگاه هفت و ما اونا رو استفاده کردیم و خداوند خیلی پربرکت در زندگی من کار کرد و تبدیل ها بود. و یادم میاد وقتی که به خداوند گفتم هر کسی رو برای خدمتی، برای هدفی آفریدی، من میخوام که هدف زندگیم رو بدونم. و این دعا باعث شد که زمانی خداوند به من نشون بده که من رو برای بچه ها خونده و خداوند در زندگیم خیلی کار کرد و درس های بچه ها رو توی این مربیگری رو در کشور سوئد خوندم بعد از اقامتی که گرفتم و جلو رفتیم تا اینکه کلیسا مثل اینکه خیلی سال بود در دعا بود برای قسمت کودکان و الان هم در خدمت کودکان هستم و که در کلیسای هفت هست. و عزیزان بعد از این همه دعا واقعا خداوند شنید و من رو و گروهی که در اون خدمت میکنیم همگی رو آماده کرد برای این زمان که ما بتونیم بچه های ایران زمین رو هر کجای دنیا که هستن خدمت بکنیم. و خیلی خوشحال هستم و واقعا خیلی پربرکت بوده برام شبکه هفت. قلبم واقعا به شما عزیزان چسبیده هستش که چقدر شما عزیزان پربرکت هستید که وقتی برنامه ها رو روی تلویزیون میبینیم که چقدر پربرکت هست برای ما، چه عزیزان انگلیسی زبان، چه عزیزانی فارسی زبان مثل کیشی شرموز عزیز و شبانان دیگه‌ای که دعوت میکنن در شبکه هفت. و ما واقعا برکت میگیریم از این برنامه ها و آمین که واقعا برنامه ها بیشتر بیشتر، مخصوصا برنامه های بچه ها روی تلویزیون بره و بچه های ایران زمین هم خیلی راحت بتونن برنامه بچه ها رو ببینن و
میدونم و ایمان دارم که خداوند این کار رو خواهد کرد که بچه ها یه ایران زمین با قلبی که به مسیح دادن خدمت بشن و با محبت مسیح بیشتر آشنا بشن و رشد کنن و کشوری داشته باشیم پر از برکت با صلح و آشتی و روح خداوند که حرکت میکنه در ایران زمین. خیلی دوستتون دارم و در دستان امن خداوند باشیم.